آخرالزمان عرصه غربال شدنه. غربال ها همینطور میاد، از این غربال درت میارن میندازن تو اون غربال دیگه، این غربال همینطور دارن الک میکنن میندازن تو غربال. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب امیر ملک کلام فرمود لتو غربلن غربلتن لتو بلبلن بلبلتن حتی یعد اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. چنان غربالتون میکنن که مثل یه دیگه برنجی که کفگیر میندازن توش، تهدیگ میاد بالا و برنج بالایی میره پایین، همه تون زیر رو میشید. تا دیروز آیت الله بوده، سردار بوده، دکتر بوده، به یک غربال میاد پایین. تا دیروز یه آدم عادی بوده، چنان خودشو تو این فتنه نشون میده، تو این غربال نشون میده، به یک بار صعود میکنه میاد بالا. غربال شکم باید رد بکنی، غربال امنیت باید رد بکنی، غربال شبه شنیدن باید رد بکنی. زهیر فرقش با اون 30,000 نفر حرامزاده میدونی در چی بود؟ در این که بود حاضر شد حرف حق رو بشنوه. اون 30,000 نفر وقتی ابا عبدالله براشون صحبت کرد چی گفتن؟ هل هله کردن و کل کشیدن. شنیدید؟ سوت و کف میزدن، هوی کنید حرفش نشنوید. زهیر گفت من حاضرم استدلال شما رو بشنوم، 10 دقیقه باش حرف زد. زهیر میاد بالا، زبیر میره پایین. همین عزیزم کجای کاری؟ آزمون گرفته میشه. فکر کردین مهدی رو مفتی به هر کسی میدن؟ یکی از این غربالهای اساسی همین حجمه فرهنگی و تبلیغاتی، تهاجم فرهنگی. من به دوستان میگفتم آقا کار ماهواره رو حالا یه دیگه نتیرستم بگیر ببندم داشته باشه. یه زمان ویدئو ممنوع بود، میکردن تو بغچه یواشکی میبود. باید فیلترها در درون قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی باشد و بگوید نمیبینم. طرف بنازیش تو زندان، بگی یه توی گاف صندوق نگاش داری، بگین اصلا دزدی نمیکنه، نگاه به نامحرم هم نمیکنه، آی قربون این برم چه پاک. خب که هنر تو اینه که باشه بوده. من یه سوال از شما دارم، لطفاً به بنده بفرمایید شیعیان فرانسوی، شیعیان امریکایی که دارن خون میدن، اخراج میشن، شما نمیدید چقدر سخت به اینا میگیرن. از فرانسه من زنگ زده طرف میگه من اخراج کردن به خاطر شیعه بودنم و نماز خوندنم. میگفت عمدن تایم کاریمو یه جوری گذاشتن نمازم قضاشه. از یه شغلی که مدیر بوده اومده رفته توی دوچرخه سازی داره کار میکنه که کارگر ساده است، میگه عیبی نداره اما نمازمو ترک نکردم. فکر میکنید این آدم میاد بیرون از همون اول هر چی خانم میبینه همه با چادر، تو مارسی مثلا تو پاریس میاد بیرون همه با چادر میگرده، به یه مسجد که اینجا داره میچرخه، اوه دو ندبه داره اون ورسداش در میاد، آقا فلان هیئت مراسم گرفته، فلان سخنران مذهبی دعوت کرده پاشو بیا اینجا، اصلا نایت کلوب، کازینو، کابر، اصلا تو فرانسه شوخی نکنید، همش مسجد. و چطور شیعه مونده؟ غربالو گذاشته تو وجود خودش. آقا یاسین از فرانسه دکترای اقتصاد داره، اومده ایران شیعه شده، فرانسوی بوره، اومده دانشگاه تهران اقتصادونای شهید صدر رو داره به ما درس میده. بهش میگه خب چرا هم فرانسه نمونده آقا یاسین؟ میگه ایران خیلی بهتره. میگم چرا؟ میگه راحت نماز میخونی، دعای کمیل میخونی، دانود بمیری. مثلا بچه یه جا ردیف کردم یواشه که بریم دانود به شنیدی، میگه آقا ردیفه، سه روز میریم شمال ویلا ردیفه. برای چی؟ برای اینکه تربیت نشده. فیلتر اگه تو درون تونستی بذاری باشه و نگاه نکنی.